در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای سمیر رسا مشاور ارشد رابطه ما و خنگوی وزارت صنعت و تجارت سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه تشکر سلامت باشین سلام به باش شما زرمینه و بنندای عزیز پیشا پیش سال 1398 هم مبارک ممنون حالا سوال میشه که در نخست در مورد دستاوردهایی هایی که شما در طول سال 97 داشتین در بخش صادرات در بخش ترانزیت کدام موارد بوده تشکر خوشبختانه یک سال پردستاورت برای صنعت در کشور بود با توجه به رشد اقتصادی که داشار 7 درصد گفتن بخش عمدهش صنعت تشکیل میده با توجه به اینکه ما یک سال البته از نظر خشکسالی یک سال بود که بعد از تقریبا سی سال ما بدترین سال خشکسال خشکسالی را پشت سر گذاشتندیم اما خوشبختانه با برف و باران در سال بروان امیدواری ها بسیار زیاد افزایش پیدا کرده که یک سال پردستاورد سال 1398 خواهد بود ما در بخش مختلف خوشبختانه توانستیم که با موفقیت های برسیم که میشم با اونا اشاره بکنم خب در بخش محیط سرمایه گذاری و محیط کسب و کار در کشور خوشبختانه ما از نظر بانک جهانی توانستیم که بالاترین نمره را به دست بیاریم و بزرگترین آورنده اصلاحات در میان کشورهای جهان معرفی شویم با 16 پله تغییر یعنی از جایگاه 183 و 167 تغییر مکان کردیم و دلیلش هم آوردن اصلاحات در برخی از قوانین به مثال در قانون افلاس در قانون شرکت های محدود مسئولیت در قیمت جواز به صد افغانی باشد تا ما جایگاه بهتر داشته باشیم شما در جیران هستین که هر کشور تلاش میکنه تا جایگاه خوبتری را در ردبندی بانک جهانی در شاخص انجام کسب و کار به دست با مخاطر یک رقابت بسیار تنگا تنگ, تنگ بیان کشورها وجود داره خوشبختانه ما امیدوار به این هستیم که باز هم بتونیم همه جایگاه خود را به عنوان بالاترین آورنده اصلاحات در سال پیش رو هم حفظ بکنیم با توجه به اینکه برخی از اقدامات هم که صورت گرفته به گونه مثال قانون نو شاروالی ها که بی خودش زمینه را فراهم میکنه برای اجازه ساخت و ساز و ساختمان در کشور و همین گونه در قانون اتاق که برای هر سکتور اجازه میته که بتونن اتاق بسازن بگونه مثال سکتور زراعت و دیگر سکتورهای ما و همین گونه در بخش قضایای حل قضایای تجارتی که محکمه تجارتی حالا اگر ای کمتر از ست هزار افغانی باشه ای با مدت بسیار کمتر سریعتر و توسط یک قاضی در یک محکمه محکمه حل بشه اینا از جمله دیگر اقدامات است که خوب زمینه را فراهم میکنه برای جایگاه بهتر افغانستان در ردبندی شخص آقای رسا خیلی کوتاه اشاره بکنید با این کارهایی را این که شما انجام دادین و اصلاحاتی که به میان آمد در بخش صادرات ما چقدر است داشتیم و با ویژه باز در بخش سرمایه گذاری وضعیت سرمایه گذاری چگونه بود در سال 97 ما در بخش محیط کسب و کار خب سرمایه گذاری اقداماتی که انجام دادیم اصلاحاتی که صورت گرفت ای خود باعث شد تا جایگاه بهتری در شاخص انجام کسب و کار در ادبندی بانک جهانی داشته باشیم و سوی دیگر شما خود شاید هستین که در این سال ما در صادرات افزایش داشتیم در مقایسه با چهار سال و پنج سال اخیر را اگر ما مقایسه بکنیم یعنی صادرات ما افزایش پیدا کرد به مو دلیل هست که ما هدف تعیین کردیم بر سال 1398 که حجم صادرات خود را به یک میلیارد دلار امریکایی برسانیم و همچنان در حال حاضر شب یکی از مشکلاتی که تاجران داشتن و شکایت میکردن شما قبلا گزارش هم پخش کردین در مرکز ثبت جواز بود که خوشبختانه با آمدن وزیر صاحب آقای احمدی در روز دوم کارشان رفتن در مرکز ثبت جواز و از نزدیک دیدن مشکلات وجود داشت در قسمت تکنولوژیش در قسمت خب سیستم کیو در قسمت خب فعال نبود پشت یک کلکین یک بسیار زیاد بار بود مردم میامد در بخش خدماتش و همین گونه در بخش های دیگر اما خوشبختانه در یک ماه شما اگر یک بار برین به این مرکز ببینین تغییرات را مشاهده خود کردین که سیستم کیش فعال شده حالا نیاز نیست که پشت یک کلکین تعداد زیاد مراجعین باشه به نوبت میرن و همین در قسمت ارزی خدمات به اینترنتیش فعال شده حتی در گذشته ها یک پرینتر درست نبود که اونجا ورق پرین بکنه اما حالا یک تغییرات بسیار زیاد گسترده آمده در قسمت خوب کارمندا هم که اونها خوب ترین شدن و همچنان برخی از اقدامات دیگر هم در حال حاضر روی دست گرفته شده تا که تمام مشکلاتی که در بخش وجود داره را حل بکنیم با حتی ساختن یک بخش یا اداره ویژه برای شرکت های بزرگ که میخواین اونا سبت نام بکنن کمپانی شوند. بله کل گزار شما هم آمده بود که سال 97 یک سال نسبتا پر دستاور در بخش بازرگانی و همچنان ترازید بر افغانستان بوده بین روی هم صحبت بکنیم که در سال 98 با این دستاورت هایی که ما در 97 داشتیم در 98 چی برنامه های روی دست شماست که ما بتانیم بیشتر صادرات داشته باشیم میتوانیم که بیشتر اصلاحات در بخش بازرگانی افغانستان و میان بیاوریم در جواب به این اجازه بدین که ما در مورد سه اصول عمده و سه اولویت وزارت صنعت و تجارت صحبت بکنم اصول اول ای هست که ما بتونیم محیط کسب و کار را در کشور را بهتر بسازیم اصول دوم ما افزایش صادرات ما هست و یک میلیارد دلار امریکایی و را در سالهای بعدی در دو سال بعد دو چند و بعد به میگونه تا سالهای بعدی چند برابر بسازیم اصول سه مایی است تا که ما بتانیم وضعیت سرمایه گذاری را در کشور بهتر بسازیم جلب و جذب برای سرمایه گذارات داشته باشیم به میل لحاظ جناب وزیر صاحب چند ملاقاتی که با تاجران داشت با اتحادیه ها داشت رفتن از چند فابریکه دیدن کردن بگونه مثال از فابریکای بخش آهن خان استیل میهن استیل بخش شرکت تولیدی جوس و شیر مثل حبیب گلزار و مثل امید بهار و همچنان شرکت بزرگ افشان در بخش جلغازه و با اتحاده هایی که دیدن خب یکی از مشکلات عمده فابریکاداران مایی بود که در بخش کمبود برق، کیفیت برق و همچنان پرچوی ها مشکلات داشتند که خوشبختانه یک جلسه برگزار شد میان وزارت صنعت و تجارت، شرکت برشنا و سکتور خصوصی یک کمیته شکل گرفت که کمیته بررسی میکنه همین پرچوی ها را و همین کیفیت برق تا که دیگه کارخانه دارای ما با این مشکل رو برنشه که باز بعدن نتیجه هم شما شریک میسازیم بس. همچنان یکی از خواستهای دیگر سکتور آهن مایی بود که اونا چون با مشکل کمبود آهن داغمه رو برو هستن گفتن که رو به خلاص شدن هست به مخاطر علاقمند سرمایه‌گذاری با یکی از معادن آهن ما میباشه که خوشبختانه ما در این مورد جناب وزیر صاحب یک پلان عمل ساختن و قرار است که او به شورای اقتصادی هم پیشکش شود و بعدا ما این فرصت پیدا میکنیم که این کارخانه ما در یکی از معادن آهن ما سرمایه بکنند و همین گونه با دیگر سکتور بعدا ما پلان عمل برای سکتور گندم ساختیم که با هم نتیجهش با شما شریک میسازیم بله باس... با شما در گزارش هم دیدین که برخ از در بخش صنعت ناشکاه دارن از دمپنگ کشورهای امسای در این قسمت هم برنامه ای از طرف شما به نظر هست بله بدون شک به سیاست دمپنگ برخی از کشورها باعث مشکلات برای کارخانه‌داران ما به ویژه در بخش آهن شده اونا هم یک شکایت هایشانی بود که به این سیاست دمپنگ باعث میشه تا که یک ضربه اقتصادی وارد شود اقدامات ما یکی خب در بخش طرفه و کمیته طرفه فیصله های انجام خواهد داد تا ما در مورد برخی از کالاها و موادی که در داخل کشور ما به خود کفایی رستیم و اونا میتونن نیازمندی های ما را رفع بکنن نمی شرکت های تولید آهن ما که سیخ گل و آهنگ چادر و آهنگ آدر را اینا تولید میکنن توانستن که نیازمندی کشور ما تا حد رفع بکنن تصمیم گرفته میشه که طرف افزایش پیدا بکنه بالای اون و کالاهایی که ما در داخل تولید میکنیم و می بینیم سیاست دمپینگ را هم در موردش فیصله های صورت میگیره تا که ما مانع سیاست دمپینگ کشورهای همسایه در قبال ما و کالاهای ما در بله. داخل کشورش تشکر آقای رسا سپاس از اینکه با من مزرفتن خیلی سپاس شما مرد باشه